با سلام به شما بینندگان برنامه بالا ویزیون در این برنامه به مسئله گم شدن موبایل میپردازیم سه سال پیش که من به شهر روم سفر کرده بودم موبایلم رو در یک تاکسی جا گذاشتم که البته نمیدونستم که اصلا در کجا جا گذاشتم ولی به محض اینکه متوجه شدم که موبایلم جا مونده از تلفن یکی از دوستان استفاده کردم و تونستم حالا تو مورد من از اپل من موبایل آیفون داشتم تونستم از طریق آیکلاد جای موبایلم رو پیدا کنم و یک تاکسی گرفتم که برم دنبال تاکسی اول و اتفاق افتاد بود که چون مکانش دقیق نبود هی در نقطه در نقشه داشت حرکت میکرد ولی بالاخره تونستم اون موبایل رو تاکسی رو پیدا کنم و موبایلم رو پس بگیرم منتها چون اون زمان خیلی این چیزا خیلی مد نبود و من داشتم با یک آیپد توی های روم به دنبال این تاکسی بودم موقعی که پیدا کردم تاکسی رو تمام راندگاه این تاکسی دورم جمع شده بودن و انگار که یک آدمی از فضا اومده که با یک چیز عجیب غریبی تونسته موبایلش رو پیدا بکنه و همشون هم گفتن خیلی خوشانس بودی که تونستی چین کاری بکنی چون تو روم چیزی که گم میشه دیگه اصلا قابل بازیافت نیست حالا در این مورد الان خیلی از موبایل ها این امکان دارن که شما بتونید موبایلتون رو پیدا کنید بعد از اینکه گم کردید بعد اینکه موبایلتون گم شده و متوجه شدید جا جا گذاشتین یا گمش کردین خیلی سریع باید دست به کار بشین چون که اگر موبایلتون باتریش تموم بشه دیگه کاری نمیتونید بکنید فرض کنید این موبایل شماست و گم شده یک جای جا, جا گذاشتینش سریع باید برید از طریق که دوستانتون یک موبایل دیگه قرض بگیرید چون در برنامه, برنامه به موبایل اندروید میپردازیم شما به اپلیکیشن اندروید دیوایس منیجر نیاز دارید که این رو هم میتونید روی لپتاپ یا پی سی بهش دسترسی پیدا کنید یا میتونید که این اپلیکیشن رو نصب بکنید و اون موقع از طریق یوزر نیم یا از طریق شناسه گوگل خودتون لاگین بکنید به این نرم افزار و بتونید کارهایی رو که اشاره بهشون میکنم بتونید انجام بدید یک کار پاک کردن داده های و تمام اطلاعاتی که روی تلفنتون یعنی تلفنتون هنوز روشن باشه و اگر هنوز در تماس با اون برج مخابراتی باشه شما میتونید از راه دور کنترلش کنید توسط اندروید دیوایس منیجر و اطلاعاتش رو پاک بکنید این شاید قدم اول باشه که بخواید انجام بدید قدم دوم میتونید شما رمز روی موبایلتون رو عوض بکنید اگه احیانا فکر میکنید که شاید رمزش رو کسی که, کس که دزدیده یا حالا برده خبر داشته باشه و خب کار دیگه هم اینه که مکانش رو پیدا بکنید چون ممکنه واقعا کسی ندوزیده باشه شما فتن رو یک جا جا گذاشتید حتی این نکته که میخوام بگم لزوما نکته تکنیکی نیست ولی باید فکر بکنید که آیا خواهید به این موبایل خودتون زنگ بزنید یا نه چون اگر یک جایی باشه گوشه افتاده باشه و کسی ازش خبردار نباشه شاید بتونید مکانش رو پیدا کنید و به موبایلتون رو پیدا بکنید ولی به محصه که زنگ بزنید ممکنه یک فردی این رو برداره و دیگه به شما پس نده این رو باید فکر بکنید که ممکن کجا جا گذاشتین و آیا امکان بازی افتش هست یا نه بعد برنامه هایی که شما میخواین نصب بکنید اگر یک سری برنامه ها رو از قبل روی موبایلتون نصب کرده باشین امکان های بیشتری خواهید داشت که چجور موبایل گم شدهتون رو کنترل بکنید این نوع اپلیکیشن ها به اپلیکیشن های انتای تفت معروفن یعنی ضد دوز ضد دوزی و اینها رو اگر جستجو بکنید با این واژه انتای تفت در گوگل پلی میتونید پیدا بکنید چند تا از این برنامه که من میتونم نام ببرم یکی اوست هست یکی بیت دیفندره و دیگری سربروس هست که اینها امکانات مختلفی به شما میدن و اجازه میدن که خیلی کارهای بیشتری بکنید حتی بتونید از راه دور به میکروفون موبایلتون رو دسترسی پیدا بکنید و گوش بدین که اصلا در چه مکانی هست و در چه جایی گم شده یعنی این هم بالاخره ممکنه شاید مکانش رو خیلی دقیق نتونید پیدا کنید یا توی برجی باشه یا ساختم خیلی بلندی باشه دقیقا ندونید چه طبقه جا گذاشتین کجا جا گذاشتین ولی بتونید به میکروفونش گوش کنید خب میتونید ببینید چه اتاقیه و کجا هست و امکان بیشتری بهتون داده بشه یک نکته دیگه که هست در بعضی کشورها لازمه که سریعا با اون شرکتی که بهتون موبایل رو داده تماس بگیرید و در بعضی موارد ممکنه که لازم باشه که سیم کارت رو به اصطلاح بسوزونید یا باطلش بکنید که از سیم کارد شما استفاده های دیگه ای نشه حالا ممکن در مدتی که اون فرد دست, دست ش تلفن شما استفاده های دیگه ای بکنه و سوء استفاده های بکنه که از نظر قانونی برای شما مشکل درست بکنه امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه از همه شما متشکرم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار